آقای نوروزاد، اولین روز نمایشگاه است امروز و شما هم غرفه تابلوهای خودتون رو افتتاح کردید. برای بینندگان ما لطف بفرمایید و توضیح بدید از تابلوهاتون و از پیام‌هایی که در این تابلوها نهفته است. جناب بهشتی، واقعیتش من توی زندان متوجه شدم که اینها اجازه نخواهند داد. من در حرفه اصلیم که نویسندگی و فیلمسازی است، یا نویسندگی برای فیلم و فیلم ساختن و کارگردانی و ایناست، اجازه فعالیت داشته باشم. این رو از همه عزیزانی که از زندان بیرون می آمدن متوجه شدم که دیگه در حرفه اصلیشون حضور نداشتن، یا اخراج می شدن یا به هر طریقی ممنون کار می شدن. این بود که من در همون زندان شروع کردم به نقاشی، منتها از سر تفنن و اینکه اون ساعت‌های دیر گذر و کندپای زندان رو به شکلی بر خودم هموار بکنم. یه آثاری هم ایجاد کردم، منتها من به آداب و اخلاق مثلا نقاشی آشنایی نداشتم. اخلاق که میگم، به هر حال هر حرفه‌ای برای خودش یه اخلاقی داره. مثلا اینکه شما وقتی از یک حرفه‌ای وارد یه حرفه‌ای میشی، باید یه مختصاتی از اون حرفه تازه رو بدانید. و حالا که من چیز زیادی نمیدانستم، اما یک خاصیتی در کار فیلمسازی هست که ما با نور، با هارمونی، با کمپوزیسیون، با شکل و شمایل کلی یک اثر و یک فضا آشنایی داشتیم و داریم. این بود که من همین رو خرج آثار نقاشی کردم، در این حال که خودم میدانستم که اینها از نظر حرفه‌ای به اصطلاح نمره‌ای ندارن. به هر حال نقاشی کردن برای من آقای بهشتی مثل یه ایجاد تنفس برای سایر فعالیت‌های مدنی و حقوق بشری بنده بوده و هست. اینکه من وقتی رنگ‌ها رو با هم میامیزم، یه خلسه هنری مثلا دوچار میشم، یا مثل یه مصرفیه مسکن، مثل یک آرام بخش که من رو آرام میکنه اون استرس های فراوانی که توی این حوزه هست. مثلا از جلده اوین میامدم، خب تمام اتفاقات اونجا و اتفاقات احتمالی بر من فشار میآورد. این رو میآوردم توی نقاشی تخلیه میکردم، یا جلوی دنا وقتی میستادیم، اون همه مأمور، اون همه تنش، گفتگوهای آنچنانی، این رو من می آوردم و توی کارهای نقاشیم به صلاح می ریختم و به یه تعبیری از تلفیق رنگها آرامش می گرفتم. حالا اینها رو جمع کردم توی این مدت و به صورت مثلا 40 تا کار در اومده، 41-2-3 تا کاره که در همون سرای قلم به نمایش می گذارم. این که حالا چرا همش سرای قلم، باور کنید منم خیلی دوست دارم در گالری های رسمی کشور آثارم رو به نمایش بگذارم که فضا برای آمدن همه فراهمتر و فراختر باشه. این ساختمانی که ما اونجا تابلوها رو به نمایش بگذاریم فضای تنگ و فشرده‌ای داره و مردمی که میان به هر حال در هم فشرده میشن و خود من معذبم. باور کنید مثلا 6 ماه پیش تلاش کردم در اصفهان، در شیراز نمایشگاه بگذارم، با گالری‌های مختلف تماس می‌گرفتیم، تلفنی استقبال می‌کردم، ولی بعد که متوجه می‌شدن این کسی که تماس گرفته کی هست، بلافاصله عذرخواهی می‌کردن. یا مثلا همین به اصطلاح دوره قبل من با یک گالری مستقل صحبت کردم و قرار شد که اونجا بگذاریم، درست شب افتتاحیه ایشون عذرخواهی کرد که از پلیس امنیت تماس گرفتن، شما نمیتونید آثار ایشون رو به نمایش بگذارید وگرنه پروانه‌تون لغو میشه و از این چیزا. بنده خدا عذرخواهی کرد. حالا اینجا من واقعا از آقای دکتر خزعلی تشکر میکنم. ایشون همین تو همین ساختمون و توی همین سرای قلم تجربیات فراوانی اندوختن. در یک شب 100 نفر رو در همین سرای قلم، یعنی در همین محلی که ما نمایشگاه میگذاریم، بازداشت کردن، بردن زندان اوین، زن، مرد، پیر، جوان.
برحال آقای دکتر خزعلی با علم و احتساب این که یک چنین اتفاقاتی رو از سر گذرونده پذیرفتن، بزرگواری کردن و این فضا رو برای من ایجاد کردن. وگرنه جای دیگه این امکان نیست. من رفتم مثلا گالری نیاوران، فرهنگ سرای نیاوران که جایی بسیار وسیع و بسیار مناسبی داره، خیلی دوست داشتم آثارم اونجا توی دیوارهای بلند، سقفهای بلند مثلا مینشست، ولی مجبورم توی هم فشرده کنم. مثلا اگر ببینید، حالا فیلم های این نمایشگاه رو من منتشر میکنم، من مثلا از یه دیواری که فقط و فقط یک تابلو باید بر او بنشینه، من 5 تا تابلو نشاندم صرفا به خاطر اینکه جا نبوده و جا نیست. همه اینها بهانه است، همه اینها بهانه است که ما یک هفته دور هم جمع باشیم، آدم ها بیان برن، دوستان بیان برن، هم دیگر رو ببینیم، بشناسیم، درست در شرایطی که این فضا برای ما فراهم نیست. این یه موقعیت خوبی است. و بعدم ما مگه توی این تابلوها چی داریم میگیم؟ تابلوهای من عمدتاً واژه عشق رو با خودشون دارن، عین و شین و قاف که در هم تنیدن، اینها هستن. و به صلاح این تابلوها چه باری مثلا سیاسی با خودشون دارن که موجب آشوب حاکمیت باشه؟ اینه که ما با همین تابلوهای عشق با مردم ارتباط برقرار میکنیم، بهشون میگیم هستیم، در کنارشون هستیم، دردهاشون رو، کاستیهاشون رو میفهمیم، آرزوهاشون رو میدانیم و بهش بها میدیم و امید داریم که هرچه زودتر ما به اون آینده مطلوب که مستحق این مردمه دست پیدا کنیم. آقای نوروزاد، عده‌ای نام فریاد و عشق رو بر تابلوهای شما گذاشتند. شما تا چه اندازه با این نامگذاری موافق هستید؟ اون بخش فریادش رو نه. علتش این استش که فریاد یک اثر رو سیاسی میکنه، در حالی که این تابلوهای من اصلا وجه سیاسی ندارن. به مخاطب میگه که عاشق باش، به مخاطب میگه این واژه عشق رو ببین، هر وقت بهش نگاه میکنی یاد محبت بیفت، یاد ادب بیفت، یاد انصاف بیفت، یاد درستی بیفت، یاد انسانیت بیفت. اینه. وگرنه باور کنید توی عشق همه چیز هست. من یه بار به این فکر میکردم که چه چیزی در عشق نیست. باور کنید همه نازیبایی ها فقط و فقط از عشق گریزانند، و حالا که همه زیبایی ها در عشق گنجانده شده، تمام حوزه های انسانی با تمام مختصاتشون زیر مجموعه عشق هستند. عشق حتما این نیستش که مثلا یکی عاشق کسی دیگه باشه و دوست داشته باشه با او باشه. شکفتن یک گل نشان از عشقه. من وقتی بهار که میشه این درخت های هلو و گلابی و سیب رو میبینم پر از شکوفه های سفید و سرخ و صورتی هن، باور کنید معنی عشق رو با چشمان خودم میبینم و باور میکنم که هستی داره به ما میگه عاشق باشید. یه لبخند یعنی عشق، یه محبت، یه سخن ادیبانه و مؤدبانه یعنی عشق. شما وقتی دست کسی رو میگیرید یعنی یه رفتار عاشقانه از خودتون ابراز میکنید. بله، اینها توی کارهای من شاید متجلی باشه. آقای نوروزاد، همینطور که در جریان هستید، 2 روز پیش آقای محمود بهشتی لنگرودی که 26مین روز اعتصاب قضای خودش رو پشت سر میذاشت از زندان آزاد شدن. شما آزادی این عزیزان در بند رو چگونه ارزیابی میکنید؟ من تصورم اینه که اولا اینو بگم که آقای بهشتی به مرخصی آمدن، آزاد نشدن، به مرخصی آمدن. اما بله، آقای محمد حسین نعیمی پور ایشون آزاد شدن بعد از مدت ها، سال ها، شاید 4 سال پیوسته این جوان توی زندان بود، این جوان گل. من این جوان رو از نزدیک میشناسم. باور کنید همه عزیزان ما، چه اونهایی که معلمن چه سیاسی،
تلقی شدن، چه اونهایی که عقیدتی در زندانن، همه اینها انسانهای درست و شریفی هن. و ما اجازه نداریم صرفا به خاطر اینکه یکی باهایی است، یکی درویش، یکی سنی است، یکی نگاه متفاوتی نسبت به ما داره، یکی میگه که آقا مواظب باشید دزدی ها داره مردم رو کلافه میکنه، اینها همه رفتار مدنی اجتماعی و حقوق بشری است، اینها باید حاکمیت دور اینها بگرده، نه اینکه اینها رو با کمترین اعتراضی که میکنن به زندان بیاندازه. اما اینکه فرمودید شاید مثلا در حاکمیت یک اتفاقی افتاده که اینها داره آزاد میکنه، این حاکمیت به اصطلاح چجوری بگم حیاتش به مقولاتی بنده که زندانی شدن یکی زندانی شدن نشدن یکی براش تفاوت زیادی نداره. من خیلی افسوس خوردم و از یک طرف آفرین گفتم به بانوانی که رفته بودن ایستاده بودن، بانوانی که سن و سالی ازشون گذشته و همه متخصص و همه پزشک، و گفته بودن ما شوهر میخواییم، چرا زمینه فراهم میکنید که سهم ما از زندگی دل از این سرزمین بکنه و به خارج از کشور بره؟ اینهایی که جوانهایی که همه به جرای وطن میکنن، اونهایی که آدم های آگاهی هستن، درس خوانن، متخصصن، نخبه ان، همه کوچیدن رفتن، اینا سهم ما بودن، ما شوهر نداریم، انسانهای پاکیزه درستکار. من فکر نمی کنم در تمام بیت رهبری و در تمام سیستم آخوندها یک چنین معضلی مثلا روی میزشون باشه که ما با تاراندن مردم، یعنی با ایجاد شرایطی که به تاراندن مردم و متخصصان و نخبگان می انجامه، سهم زندگی بسیاری از بانوان خودمون رو و عزیزان خودمون رو برمی آشوبیم، نابود میکنیم برخی از زندگی ها رو. منطقه آخوند دیگه میگه که آقا بره سیغه بشه مثلا، این به راحتی یک مسئله بزرگ انسانی و اجتماعی و بنیانی رو با یک امر پایین تنه ای حلش میکنه. اینه که ما گرفتار آدم هایی هستیم که از برخورداری ابتدایی ترین مختصات انسانی شاید بی نصیب باشن. اینه که آزاد شدن این زندانی ها رو ما به فال نیک میگیریم، امید داریم که پیوستگی پیدا بکنه و اینها یک به یک آزاد بشن. و آخرین سوال من از شما آقای نوریزاد، میدونید که بحث و مجادله در ارتباط با دو انتخابات پیش رو بسیار بالا گرفته بین جناح‌های حاکم، شما این شرایط رو چگونه ارزیابی میکنید؟ انتخابات شما فکر میکنید که مثلا برای حاکمیت مهمه؟ انتخابات یک صورت مسئله است که باید آراسته بشه، یه جماعتی بیان یه جماعتی برن یه جایگزین بشن. وقتی یک نماینده، وقتی یک کاندیدا از چندین فیلتر حساس گذرانده میشه، بسیار ریزش میکنن و بعد آدم های 100% پاستوریزه انتخاب میشن که بیان مثلا تو این حوزه فعالیت بکنن، خب طبعا این نشان دهنده اینه که اصل قضیه توی دوردست ها و توی همون ابتدای را در نطفه کشته شده، مقوله انتخابات. حالا فرض کنید که از این فیلتر درآمده ها، حالا یه چند تاییش هم حالا هر از گاهی حرفی چیزی بزنن، تو سال 88 رسمن سپاه اونجا که احساس نگرانی کرد و رسمن بیت رهبری و آقا مجتبی خامنه‌ای اومدن وسط و زدن کشتن مردم رو که این قاعده و این فرمول به هم نریده. هر وقت شما انتخابات آرامی دیدید اطمینان داشته باشید که به صلاح حاکمیت بهرش رو داری میبره، قشن فیلتراش رو گذاشته، آدم ها رو علک کرده، غربال کرده و رنده کرده، و بعد آدم هایی رو آورده که در هر صحبتشون 6 بار بگن مقام معظم رهبری و نظام مقدس از این چیزا،
خب طبعا الان ممکنه شما از من بپرسید خب شما چه انتظاری دارید از این حاکمیت و از این مجلس، چه خبرگانش چه مجلس شورا؟ من میگم که ما ناگزیریم در این سرزمین زندگی بکنیم و ناگزیریم توی ریل هایی که حاکمیت برای ما گذاشته و خودش هم مرتب دزدی میکنه از جیب مردم برمیداره، به صلاح امروزمون رو به فردا بدل بکنیم، چاره ای نداریم. و یه عده ممکنه بگن که آقا نگاه کن از بین بد و بدتر، ما ناگزیریم بد رو انتخاب بکنیم، یکی که حالا یه مثلا مختصاتی از آداب انسانی رو مثلا حالیش هست. بله اینا ناگزیری ماست، ما اجتناب ناپذیری که در این فضا داریم زندگی میکنیم، مثلا از بین جلیلی و آقای روحانی مثلا ناگزیریم آقای روحانی رو انتخاب کنیم، آقای روحانی که 16 سال در امنیتی ترین تشکیلات این سرزمین رئیس بوده، این نمیتونه مثلا آدم مستقلی باشه، ولی میبینیم مثلا یه کارایی داره میکنه. اینا به صلاح حرکت های بی ضرری است که حاکمیت پیش روی این مردم میگذاره. ما ناگزیریم در این جامعه زندگی بکنیم، اما بهترین کار شاید این باشه که یک نسبت به جامعه اطرافمون بی تفاوت نباشیم، حساس باشیم و ذخیره بکنیم انرژی های خودمون رو، نه برای آینده‌ای که در او بر بیاشوبی مشهورش بکنیم، ولی یک آینده‌ای که طرف مقابل رو شرمنده فهم خودمون بکنیم. من امروز یه فیلمی دوستی برای من فرستاده بود که یه آیت اللهی ظاهرا در عراق، مثلا مردم زیادی در اطرافش جمع شدن، این آیت الله توف میکنه، یعنی کاملا اختوف میکنه تو کف دست اینا به عنوان تبرک. ما اون مردم هستن که مزاحم ما هستند یا مزاحم اون فردای مطلوب هستند، وگرنه اون آیت الله کار خودشو داره میکنه، اون اختافشو میکنه، اون بهرهشو میبره. اون مردمی که کف دستشون رو میگیرن که این بابا توف بیاندازه تو کف دستشون و ببرن متبرک کنن به صورت مریضشون بمالن، یعنی اینها هستن که مانع تعالی یک جامعه میشن. ما باید به این سمت بریم که اینها یه تکانی بخورن، در این حال که حاکمیت هم برای اینکه این مردم در همین محدوده و در همین اعماق باقی بمانن هزینه میکنه. و هر تقدیر این همه یه هیاهوهای انتخاباتی یک نمیگم نمایش، ولی عارضه حاکمیتی است که مردم رو مطلقاً به حساب نمیاره. سپاسگزارم. موفق باشید. درود بر شما. خدا نگهدار.